آی مردم مصر مبتلا شوید. جابر بن حیان دانشمند بزرگ اسلام به شهر ما رسید. خوش آمدید برادر، به شهر ما خوش آمدید، قدم بر چشم ما گذاشتید. سپاسگزارم از این همه لطف و مرحمتی که به من دارید. راضی به این همه زحمت نبودم. در تمام بلاد مسلمین و عراق کسی نیست که مشتاق دیدارتون نباشه. خوش عرصه آنقدر بر علویان تنگ شده بود که جرأت اظهار ارادت به مولایشان را نیز نداشتم. من هم بعد از مرگ مادرم دیگر توان ماندن در خراسان را نداشتم. نه اینکه نخواهم، نمیتوانستم. خدا لعنت کند عباسیان را که علوی بودن را جرم میدانند. آری، بیان که هیچ مخالفتی با عوامل حکومتی انجام بدهند مورد تعرض قرار میگرفتند. مجالس گفتگوی ما با دوستان که در آنها فقط احادیث علمی مولایم جعفر ابن محمد مطرح می شد مورد هجوم آنها قرار می گرفت. در بصره نیز اوضاع بهتر از این نیست. حاکم بصره دائم در پر کردن خزانهش می کوشد و سنگینی بار طمعش بر دوش علویان است. با هر بهانه خراج را از آنان چندین برابر می ستاند. اگر بداند کسی بر خلاف میل او یا خلیفه حرفی زده باشد یا قدمی برداشته باشد، ابتدا اموالش را مصادره می کند و بعد زندان و سیاه‌چال در انتظارش است. پدر، یک لحظه. ببخشید، من را می بخشید. بفرمید. چه شده؟ نفسش به شماره افتاد و صورتش مثل تنور آتش داغ شده. پدر یک کاری کن. خدای خودت رحم کن. چه کنم؟ حکیم بیایید. سلام. سلام علیکم. چه شده این بار؟ همسرم راحله مدتیست بیماری عجیبی بر جانش رخنه کرده، به طوری که حتی نوشیدن آب روان نیز برایش دشوار است. اکنون نیز حالش دگرگون شده. آیا طبیبی او را دیده؟ آره. سفارش تمام طبیبان بصره را هم به کار بسته این، اما فایده نداشته. چرا زودتر نگفتی تا به بالینش برم؟ برادران مرا ببخشید، چند لحظه دیگر نزد شما باز خواهم گشت. ببخشید. آرام باشید مادر، نیازی به برخواستن نیست. چشمان خود را ببندید. حالا آنها را باز کنید. چشمتان را به اطراف بگردانید. گفتید میلی به خوردن یا آشامیدن ندارند؟ آری. چند روز است که اینطور شده؟ بیش از یک ماه. درست است؟ شاید هم دو ماه. مقداری جوشانده گیاهی مخلوط میکنم به او بدهید. اگر میل نداشت به او بخورانید. دیگر غذایی به او ندهید تا روز بعد که لیوانی آب بخورد و ساعتی بعد دوباره جوشانده را به او بدهید تا من او را ببینم. دردش چیست دوست من؟ مطمئن نیستم انبان.
آنچه اکنون گفتم برای آزمودن او بود تا بدان چه تردید دارم مطمئن شوم. هر آنچه از داروها میخواهی حکیم. بیفایده است. راهزنی با این شرط و شروطی که زبیر گذاشته از گداییم بدتره. همین میخواستیم به این بدبختی زندگی کنیم. همون نونه خشک خودمونه میخواستیم. مثلا سرکرده راهزن هاست. از صبح تاله کیو ندیده؟ هیچکی. شاید هم میخواد بیخبر از ما راه کاروانی رو ببنده. فعلا که چشمای سیاه دختر عنوان راه رو برو بسته. حق داره بینوا. الحق که چشای جادویی داره. شاید هم حواله پدر تاجرش چش راهزنی چون زبیر رو پر کرده. ارزشش رو داره. منم اگه جای اون بودم حاضر بودم برای وصلت با چنین دختری آدم بشم. فایده نداره. عشق و عاشقی راهزنی رو از یادش برده. کار کردن با این مجنون دیگه سودی نداره. پس چه کنیم امر؟ خب معلومه. باید خودمون دست به کار بشیم. ای دانشمند عرب و عجم، همواره نام بلند تو را با احترام یاد می‌کردیم و برای بهره‌گیری از دانشت در آسمان‌ها به دنبالت بودیم. اکنون که خاک بصره مزین به قدوم پرخیر و برکتت گردیده، ما دوستداران علم و دانش و حکمت این فرصت را مغتنم شمردیم تا مجهولات خیش به تو عرضه داریم و بر معلوماتمان بیفزاییم. حال اگر رخصت دهی، خواستای خود بیان کنیم. مولایم می‌فرماید بخیل‌ترین افراد کسی است که در بخشش آنچه که دانسته بخل ورزد. من خود نیز مشتاق حضور در مجالس علم و دانشم و خوش دارم آنچه که از محضر مولایم جعفر ابن محمد کسب کرده ام انتشار دهم. حال که چنین است، بفرمایید آنچه را که ما هوا می نامیم چیست و چگونه است که این ماده بیرنگ و بیبو و بیخاصیت که حتی به چشم نیز نمی آید باعث تداوم حیات انسان ها می شود؟ هوا یکی از سه قسم عناصر مادی است که نه جامد است و نه مایع. بی رنگ و شکل هست اما بی خاصیت نیست. هوا از گازهای فراوانی تشکیل شده و حیات بشر و سایر موجودات زنده به آن بستگی دارد. چگونه این هوا می تواند موجب تداوم زندگی گردد؟ شوقی جامی بلورین برای من بیاور. چشم حکیم. بخشی از این هوا موجب تبدیل شدن مواد مغذی بدن به مواد مصرفی می شود و به این طریق اندام درونی نیروی فعالیت می گیرد. بفرما حکیم. ممنونم شوقی. فرض کنید بدن ما همانند شعله این شمع باشد. حال به شعلهش به دقت نگاه کنید. این شمع با اینکه مواد سوختنی کافی دارد بدون دریافت هوا قادر به ادامه سوختن نیست. بدن ما نیز همانند همین شمع است. برای سوخت و ساز درونی نیازمند دریافت هوا هستیم. Thank you.
مجرد را تصور کنیم، آمیزه ی هوا با تبایه چهارگانه را نیز بهتر درک خواهید کرد. هوا از حالت غیر جسمانی به جسمانی تبدیل می شود، مانند روح و جسم که با هم ترکیب می شوند و یک شیء واحد تشکیل می گردند. اساس این ترکیب نیاز روح به جسم و یا در مثال ما نیاز هوا به مجسم شدن است. همین نیاز یا اشتیاق است که به ماده قدرت سازندگی می بخشد و چگونگی این ترکیب بستگی به انتخاب آزاد روح دارد. اینجا چه می خواهی؟ سلام. گفتم اینجا چه می خواهی؟ همان که دیگران می خواهد. آنان طالبان علمند، نه دوستان گردنه بر. می خواهم بدانم او اینجا چه کار می کند. تو ربطی ندارد. چه خانه آرزوهای من است، چطور به من ربطی ندارد؟ زبان در کامگیر مردک، آرزویت را به گور خواهی برد. شاید، اما نمیگذارم کسی پا جای پای من بگذارد. کدام جای پا؟ جای پای تو را فقط در بیابان ها و گردنه ها می توانید که راه بر مردمان بی سلاح بسته ای. تو اینجا هیچ جای پای نداری. من تو را به چنگ خواهم آورد، به هر قیمتی که باشد. نمیگذارم دیگران مانم شوند. زود گورت را گم کن تا با فریاد دیگران را روی سر نگیرم. همان که گفتم گورت را گم میکنی یا نه؟ بیرون سریع تر. آرام باش. بیرون. خیلی خوب رفتم. سریع تر. گورت را گم کن. جاش. اتفاقی افتاده بانو؟ نه. مراقب مهمانان باشه و خودم غریب داخل نیاید. خیالتان آسوده باشه. پس نتیجه میگیریم که همه اشیاء در جهان مادی از چهار عنصر تشکیل شده است که آنها نیز از چهار کیفیت اصلی به وجود آمدند و با استفاده از علم المیزان میتوان سهم هر یک از این چهار کیفیت را در تشکیل هر جسمی مشخص کرد و بعد ترکیب آن را دقیقا تعیین نمود. بدین ترتیب کیمیاگر قادر خواهد بود بر تمامی تغییراتی که در اجسام حاصل می شود تسلط یابد و اگر بتواند عناصر و کیفیات اصلی را که طبیعت از طریق آنها عمل می کند جداگانه تولید کند، آن وقت می تواند خودش اجسامی جدید و به خصوص اکسیرهایی تولید کند که قدرت تأثیر بر فلزات را داشته باشد، به طرزی که هر کیفیتی که در آن جسم وجود دارد و ضعیف است را تقویت کند و هر آن چرا که قوی هست تضعیف کند. خلاصه آن که به تصحیح کاستی ها بپردازد. در این صورت است که هر کسی به هر میزان بتواند در تأثیر این چهار عنصر در تبایع سگان مسلط شود، به همان میزان میتواند به هر نوع معرفت دست یافته و به رمز آفرینش و هنر طبیعت پی ببرد. پس از آنکه از باد، هوا، طبیعت و خواص مواد سخن گفت، بحث را به آل محمد ربط داد. در فضائل و خصائص آنان سخن بسیار گفت و تأکید کرد هر آنچه که میداند تنها بخش اندکی از دانسته های مولایش جعفر ابن محمد است. او این را به صراحت گفت؟ آری، چند بار نیز تکرار کرد و توضیح داد که علم راستین و دانش واقعی تنها نزد آل محمد است و هر آنچه غیر از آن باشد جز باطل و سیاهی نیست. بدون شک او مرتکب گناه بزرگی شده است. باید حکم دشمنی با خلافت را علیه او صادر کنیم. حاضران چه؟ آیا از متمولین و متمکنین شهر بودند؟ نام یکایک که آنها را نگاشتم سرورم. سامی؟ بله سرورم. در احوال یکایکشان اندیشه کنید. اگر از مال و ملال درستی برخوردارند بر خراجشان بیافزایید. بله سرورم. فقیران را به حال خود رها کنید. اجازه بدهید از علم و دانش این حکیم بزرگ بهره ببرند.
شاید آنها هم به وضع خود سر و سامانی دادند. آن وقت بر خراج آنها هم بیفزایید. و تو نیز جوان، پیش ما پاداش خوبی داری. سپاسگزارم سرورم. بدهی داشت. اختاپوسی که به جانش افتاده تمام بدنش را آلوده کرده. تمام بدنش را؟ آره، میخواستم واکنش بدن را بیازمایم تا اگر شد به مداوایش بپردازم. اما یعنی دیگر امیدی نیست؟ چند روزی بیشتر مهمان شما نخواهد. کاش میشد چاره هم میشید که باقی زندگی را برنج کم تری سپری کنم. تنها یک چیز میتواند درد او را کاهش دهد. هرچه هست بگو تا مهیا کنم. باید با ترکیب چند ماده آن را بسازم. امیدوارم بتوانم. خدا بر عزتت بیفزاید. من هرچه میتوانی انجام بده. تمام سعی خود را خواهم کرد. شوقی با من بیا. امیدوارم خداوند نیز یاری کند. هر چه خواست برایش فراهم کن. چشم سرورم. Çeviri ve Altyazı M.K.
خسته نباشی حکیم، حال بانو مناسب نیست، دردش افزون شده. به زودی آمده می شود. داخل آن چیست حکیم؟ دارویی که باید با بخار ملایم آب تهیه شود. شوقی مبادا با آن دست بزنی که تکان بخورد. مگر چه می شود؟ بهتر است در پی آزمودنش نباش. عجب خانه زیبایی. هر چه هست در همین اتاق پنهان شده. بگردید بگردید خیس بشو 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 چپ تا بگرد. صدای چه بود؟ نمیدونم. صبر کن پدر، من میروم. نمیتوانند حال بانو را تحمل کنند. این فریاد ترس بود، نه از ناراحتی. ترس از چه؟ نمیدانم.
ثروتمندترین مرد بصره. وای بر شما اینجا پیشه میکنید. ساکت باش پیرمرد، اگه جونشو میخوای بگو بقیه سکه ها رو کجا قایم کرد. دیوانه شده ای؟ کدام سکه؟ شما که از دید اینجا چه میخوایی؟ مگه گوشت کره؟ گفتم بقیه سکه ها کجاست؟ ای حرامیان آماده که مرد حاضر بسید نزدیدش بگیرش قیش بگیرش اینجا میگم سر از بدن زیاده کنه. سرمان سرمان چیزی نیست. برید تو رو در حال نه برید شرمتان باد. از جان ما چه میخواهید؟ چرا غارت میکنید؟ بجم چه هست در همون اتاق اول است. بیهوده خانه را به هم نریزید. تو خفه شو پیر مرد، اونا کارشون خوب بلدن. این زن بیمار است، اضطراب و ترس موجب مرگ او خواهد شد. جان من بگو یکم در نروج گرد بذاره تا کار ما تموم بشه، اون وقت اگه خواست بمیره آزاده. فهمیدی؟ خدا لعنتتان کنه. خدا درس اسم بودو همه ایسته کار جمع کن. چیزی جان از دید بیا یه هنم بگی بده بسون تو همه رو جمع کن بیا بده یه هنم بگی پاره. همه رو جمعش کن. چه شد؟ چه شد؟ هی جادوگر سر جات بمون و تکون نخور. تیغه شمشیر من برنده تر از اونیه که فکرشو بکنه. میترسم دستم بلغزه و گروی این دخترکو ببره. نمیبینی؟ این زن داره جان میدهد. نه ترس، ما کارمون زود تمام میشه. در ضمن این پول داره هفتا جون دارن، به این سادگی ها نمیبیرن. آهای ای کم کدوم گوری هستی؟ بجنبید. یکی اینجا برای مردن هچه نداره. مگه نه؟ چرا نگاه میکنی؟ فیگ مرد خره! دنبال من بیا قیس. برو برو پایین. ای قیس بگرد خون ببین چیزی به در بخور پیدا میکنی یا نه. چه بو گلی هم میده کله سگ تو شوشونده. نکنه عوض کردی از آن بخوری. بارا بینیم بابا. چی بود؟ صدای چی بود؟ پرسیدم صدای چی بود؟ عقب 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 برو برو عقبتر همینجا بمونید. دختم دختم لعنتی دختم کمک کن. خاموشش کن احمق چنه بود. سکه ها بود بیا 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 Ah!
انا لله و انا الیه راجعون. حضرت قاضی الغضا، نمیخوایی بخت خیش را بیازمایی؟ پیش از این آزمودم حاکم بزرگ، به اقبال بلند خیش ایمان آوردم. خوش به حالت، چگونه به این نتیجه میمون رسیدی؟ وقتی حاکم بزرگ بصره مرا به این مقام نائل کردند، به اقبال بلند خیش پی بردم. خانه انوان قوقایی به پا شده. یعنی چه شده؟ مادر زلفا به دیار باقی شتافت. ها؟ چه؟ ساعتی پیش سرورم. شب از همرشینی با شما لذت بردیم، ولی متاسفانه خبر بدی به ما دادند. همسر یکی از بزرگان بصره از میان ما رفت و شما همان گونه که می دانید ما همیشه همدرد و غمخوار مردم بصره بودیم و از این زاویه بسیار بسیار متاسف شدیم. پس همه به اتفاق هم فردا در مراسم تشییع و تدفین همسر عنوان بصری شرکت خواهیم کرد. شب بخیر. بروید. خدا نگهدار. خیلی خوب بود. بروید. لذت بردیم. خدا نگهدار. با اجازه سرورم. به سلامت. سامی، فردا ترتیبی بده در مراسم همسر عنوان ما با شکوه و جلوه تمام ظاهر شویم. حتما سرورم. در ضمن به ام فارس بگویید نزد ما بیاید. همین الان؟ بله، همین الان. بله سرورم. مردک دیوانه، تو چطور خود اجازه دادی همچین غلطی بکنی؟ ها؟ رحم کن سامی، رحم کن. رحم کنم؟ باید جلوتو پاره کنم، باید از این درخت ها آویزونت کنم تا عبرت این احمقا بشه. خودت گفتی باید یه کار بزرگ بکنیم، نگفتی؟ گفتم به خونه عنوان دست برد بزنیم. پولدارتر از عنوان تو بصره کیه؟ من گمان کردم. تو چطور به این کله پوکت اجازه دادی گمان کنه؟ گمان تو به جز ضرر و زیان واسه من چی داره؟ حالا که اتفاقی نیفتاده، ما که از اونجا تا یه سکم نبردیم. خدا لعنتت کنه عمر. تو نمیدونی من به خونه عنوان دلبستگی دارم؟ تو نمیدونی من خوش ندارم بدخواهی از اون کوچه بگذره؟ نمیدونی؟ همه این بدخلقی ها برای همینه؟ ولم کن! این همه بدخلقی میکنی؟ روز شبمون یکی کردی؟ این همه به ما ظلم میکنی برای چی؟ برای اینکه عنوان دختر یکی یه دونه شد و دستی تقدیم تو بکنه؟ این دیگه به تو ربطی نداره. فقط کاریو بکن که بهت میگم. اتفاقا به من رفت داره. داشتی منو میکشتی. اما غافلی.
نمیدونی تو خونه انوار چی میگذره؟ چی میگذره؟ ها؟ من نمیدونم. از دیگران بپرس. از خیس و کرد به خاطر برای تعریف کنن. دهنتو واکن بگو ببینم اونجا چی دیدی؟ خیلی خوب. اما میدید رو بگم. یالا جون بکن. این پسر جادوگره کیمیاگره نمیدونم چی اون. جابر؟ بله جابر. یه طوری تو خونه انوان جا خوش کرده که انگار همه چیز دست اونه. یاوه میگی اون فقط مهمان انوانه. ها 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 از مهمانی شروع شده. بله بعد دوا درمون زنان ران بعدم دفاع از او. ها پسره چه خوش خیال میخوای ما رو بکشی؟ خب یه بکش همه رو بکش. اما اینو بدون تا جابر هست سگ انوانم بهت پارس نمی کنه. فهمیدی؟ تا جابر هست سگ انوانم بهت پارس نمی کنه. خبر شنیدی زبیر؟ چی شده؟ بصره عزادار شده. چی میخوای بگی؟ همسر انوان مرد. سلام به حضرت حاکم. امر فرمودین خدمت رسیدم. خبر را شنیده ای؟ بله حضرت حاکم شنیدم. تو باید پیش از دیگران به خانه انوان بروی. تسلیت ما را به زلفا بگو و کاری بکن که زلفا گمان کند پس از مرگ مادرش شما تنها حامی او هستید. خلاصه هر کاری از دستت برمی آید انجام بده. فقط مراقب باش کارت را صحیح انجام بدهی. خیالتان آسوده باشد حضرت حاکم. برو. تسلیت عرض می کنم انوان. خوب است.